سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که خوب عالی باشید. ما امشب اومدیم به مرکز تهران، به بهترین استریت فود تهران، خیابون سی تیر، و میخوایم با همدیگه تو این شبهای نزدیک به عید نوروز با همدیگه حال و هوای فوق‌العاده این خیابون رو ببینیم. امشب هم پنجشنبه 9 مارچ و ساعت هم 11 شبه. اینجا همیشه یکی از بهترین گروه های موسیقی خیابونی به نام اگه اشتباه نکنم نوتلا موزیک اینجا همیشه هستن تو این قسمت خیابون سی تیر و آهنگای خیلی قشنگی هم میزنن و کلی هم مردم هم دورشون جمع میشن. این دوستان دارن کباب درست میکنن، کباب گوشت که یکی از خوشمزه ترین و محبوب ترین غذاهای ایرانیه.
این شربت ها هم شربت گلاب و آب لیمو نارنج که مخصوصا توی گرمای تابستون خیلی میچسبه. کلن خیابون سیاتیر خیلی خیابون زندگیه و اگه به اینجا بیاین حتما روحیتون عوض میشه. بیشتر اینجا میتونید همبرگر و هات داگ و کباب و بیشتر چیزای گوشتی داره، یعنی اگه علاقه به گوشت دارین اینجا میتونه خیلی جای خوبی براتون باشه. اینجا هم که انواع لواشک هاست خیلی قشنگ درست کردن. اگه عاشق ترشیجات و این چیزا هستین که اینجا بیاین دیگه فکر کنم کلی خرید کنید. زخامتم بهتون نشون بدم، ببینید اینجا هم دارن کوفته تبریزی درست میکنن که با گوشت و برنج و این چیزا درست میشه. یکی از غذاهای خوشمزه ایرانیه که برای شهر تبریز خیلی خوشمزه است. یه دست برای بیننده های ما تکون بده. اینجا هم که دارن جوجه کباب درست میکنن که با مرغ درست میشه و بهش هم زعفران و پیاز و اینا میزنن که طعم خیلی خوشمزه‌ای داره. البته میدونم همه ایرانی ها جوجه کباب خوردن، من بیشتر دارم برای مخاطبای خارجیمون توضیح میدم که شاید ندونن که این چیه.
اینجا هم که دارم سوهان درست میکنن. به به، فکر کنم که تا حالا فهمیده باشید که من چقدر شیرینی دوست دارم. اگه میخواین به این خیابون بیاین، به بهترین مسیرش استفاده از مترو. میتونید ایستگاه مترو امام خمینی از قطار پیاده بشین و با 5 دقیقه پیاده روی به اینجا برسین. در کل دسترسی خیلی خوبی داره، چه با تاکسی چه با اتوبوس، اما به نظر من مترو یکی از بهترین راه ها برای اینکه به این خیابون بیاین. دوستای عزیزم، خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردین. خیلی ممنونم که همیشه کامنت های خیلی زیبا به ما میدید. ما که واقعا لذت بردیم با اینکه چند باری که به این خیابون اومدیم، ولی هر دفعه که میایم از پیاده روی تو این خیابون لذت میبریم. حتما نظرتون رو به ما تو قسمت کامنت ها بگید. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم هر جا که هستید باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.